در این درس میخوایم بهترین و مؤثرترین روش یادگیری لغتهای انگلیسی رو با شما مرور کنیم و با هم یاد بگیریم بچه ها ممکنه خیلی از روش های متفاوت رو در اینترنت یا توسط مربی ها، توسط معلم ها یا هر روش اختراعی که وجود داره رو دیده باشید یا در موردش شنیده باشید اما توجه داشته باشید روش طبیعی که یک انسان زبان رو یاد میگیره مثلا خود شما که زبان مادریتون رو یاد گرفتید مثلا فارسی یا هر زبان مادری که دارید روش یادگیری لغت ها در زبان مادریتون به این شکله که شما هر لغت رو در یک عبارت و یا یک جمله یاد گرفتید و از این ره گذر تونستید از اون عبارت ها و یا جملات و یا لغت ها استفاده بکنید و مفهوم یک لغت رو به صورت کاربردی یاد بگیرید پس مؤثرترین روشی که میتونه به شما کمک بکنه لغت های انگلیسی یا هر زبان دیگری رو یاد بگیرید این است که هر لغت رو در عبارت یا در یک جمله یاد بگیرید یعنی چی مثلا اگر قرار است لغت agree به معنی موافقت کردن رو یاد بگیرید بهتر و موثرتر اینه که این لغت رو در یک جمله یاد بگیرید و وقتی که اون جمله رو بیان میکنید این لغت به صورت سیستماتیک و ایندکس گذاری شده در ذهن شما حک میشه و دیرتر اون رو فراموش خواهید کرد و بهتر میتونید از اون در دنیای واقعی استفاده بکنید بچا این روش روش علمیه این روش روش اثبات شده است و اگر شما طبق این روش لغت ها رو یاد بگیرید تاثیر بسیار زیادی در یادگیری شما خواهد داشت و باعث خواهد شد که لغت ها رو خیلی سریعتر یاد بگیرید اجازه بدید با هم چند تا مثال رو در این درس مرور کنیم و شما خودتون قضاوت بکنید که این روش چقدر میتونه برای شما مؤثر باشه لغت هایی که در این درس خدمت شما بیان میشه و برای شما توضیح داده میشه رو در همین درس با هم مرور میکنیم و با هم یاد میگیریم و شما قطعا به این نتیجه خواهید رسید که این روش یعنی روشی که لغت رو در یک جمله یا عبارت یاد بگیریم چقدر عالی و چقدر کارآمد میتونه به شما کمک بکنه که لغت ها رو یاد بگیرید بپردازیم به, به مثال ها ببینیم که به چه صورته مثلا فرض کنید ما میخوایم لغت اگری به معنی موافقت کردن یا موافق بودن رو یاد بگیریم این لغت رو در یک جمله یاد میگیریم یاد یک عبارت عبارتمون اینه I agree. I یعنی من خودتون میدونید agree یعنی موافقت کردن یا موافق بودن. I agree یعنی من موافقم. تموم شد رفت. لغت رو یاد گرفتید. پس عبارتمون چیه؟ I agree. من موافقم. I agree. I agree. We can go. We can go. خب لغتی که اینجا میخوایم یاد بگیریم چند تا لغت فرض کنید. Go یعنی رفتن. Can یعنی توانستن. و we یعنی ما. پس اینجا سه تا لغت یاد گرفتیم. We can go. ما میتوانیم برویم. پس این عبارت کاربردی و این جمله مفید رو با هم یاد میگیریم وی can go سه تا لغت هم یاد گرفتیم وی کن go آیا حالا میتونی بریم مثال بعدی؟ We can go We can go Forgive me Forgive me فورگیو یعنی بخشیدن پس لغت فورگیو رو همینجا یاد گرفتیم تلفظش هم یاد گرفتیم فورگیو یعنی بخشیدن و تلفظش رو دقت بکنید دوستان فورگیو بین ای و ا فورگیو نیست یا فورگیو نیست فورگیو forgive یعنی بخشیدن می یعنی مرا یا به من پس همینجا دو تا لغت یاد گرفتیم می و forgive forgive یعنی بخشیدن forgive me یعنی منو ببخش حالا با این عبارت ما چیکار کردیم هم لغت forgive رو یاد گرفتیم و هم یک عبارت forgive me منو ببخش خدا یا منو ببخش دوست من منو ببخش خیلی کاربردیه از دوست دخترتون از دوست پسرتون وقتی میخوای البته خانوما که معمولا عادت ندارن کنن حالا اگر آقا پسر بودید یا یک آقایی هستید یاد بگیرید که از دوست دخترتون خانومتون همسرتون مادرتون مادرزنتون از خواهی بکنید forgive me مرا ببخش forgive me forgive me We can try. We can't try. try یعنی سعی کردن پس لغت try رو همینجا در این عبارت داریم یاد میگیریم can یعنی توانستن we یعنی ما we can try ما میتونیم سعی کنیم بله ما میتونیم این روش رو امتحان کنیم میتونیم این روش رو سعی کنیم باهاش کار بکنیم ببینیم چقدر مؤثر و مفیده یادگیری لغت در یک عبارت یا جمله بهترین روش یادگیری لغت همینه دوستان و مؤثرترین و علمی ترین We can try ما میتونیم سعی بکنیم و در مورد تلفظ try دقت بکنید دوستان نگفتم ترای بین T و R صدایی وجود نداره پس میگیم try We can try یعنی ما میتونیم سعی کنیم We can try I want to go. I want to go. I want یعنی من میخواهم. I want to یعنی من میخوام که فلان کار رو انجام بدم. کدوم کار رو؟ Go رفتن رو. همین جا یاد گرفتیم. I want to یعنی من میخوام فلان کار رو انجام بدم. کدوم کار رو؟ حالا یک فعل در شکل اصلیش در اینجا قرار بدید میشه اون کار. I want to go. من میخواهم بروم. I want to buy. من میخواهم بخرم. I want to learn. من میخواهم یاد بگیرم. ببینید چقدر راحت لغت ها رو اینجوری میشه یاد گرفت. I want to go. من میخواهم بروم. کجا بروی؟ به سمت یادگیری و پیشرفت. I want to go. I know you. I know you. یو که یعنی تو اینو همتون بلدید آی یعنی من زمیر آی هر جای جمله که بیاد باید به صورت بزرگ نوشته بشه نو no یعنی دانستن یا شناختن همین جا همین لغت رو یاد میگیریم I know you من تو رو میشناسم تو عزیز دل خداوندی تو عزیز دل منی من تو رو میشناسم I know you من تو رو میشناسم در مورد تلفظ نو no. دقت بکنید نگفتم نو یا نو no. یا هر چیز دیگری نه، من تو یو من تو رو میشناسم. شناسم. I یو آی I سو آی so. I سو آی که یعنی من همتون بلدید think یعنی فکر کردن در مورد تلفظ think دقت بکنید تی اچش رو وقتی میخواید تلفظ بکنید زبون زیر یا پشت دندونهای بالا و سعی میکنید بگید سه سه سمیه سه سارا میشه think و در مورد تلفظ آی در think باید دقت بکنید بین ای و اه میشه think نگفتم تینک یا نگفتم سینک I think من فکر میکنم پس think رو همینجا یاد گرفتیم یعنی فکر کردن I think من میاندیشم من فکر میکنم I think so حالا یک so هم در انتها داره so دو تا معنی عمومی داره معنی اولش یعنی در نتیجه یا بنابر این معنی دومش یعنی این چنین یا آنچنان I think so یعنی من اینطوری یا این چنین فکر می کنم I think so من اینطوری فکر می کنم مثلا من از شما میپرسم آیا این روش موثر و مفیده بعد شما متعجب و حیرون میگید I think so من اینطور فکر می کنم من این چنین فکر می کنم I think so. Say something. Say something. Say یعنی گفتن، something یک لغتیه که از ترکیب دو تا لغت درست شده. یعنی چی؟ یعنی یه thing داره یعنی چیز یا شی. سام یعنی برخی something یعنی چیزی یه چیزی سی یعنی گفتن پس لغت سی یعنی گفتن و something رو در همین جا یاد گرفتیم سی در ابتدای جمله اومده یک فعل یعنی گفتن سی وقتی که در ابتدای جمله بیاد حالت امری پیدا میکنه یعنی من به تو امر میکنم از تو میخوام سی یعنی بگو something یعنی چیزی سی something یعنی چیزی بگو حرفی بزن با من عزیز دلم مثلا میخواید منت کشی کنید از طرف میگید سی something چیزی بگو پس دو تا لغت یاد گرفتیم something و Say, say something, any cheesy begu. Say something. Think about it. Think about it. Think یعنی فکر کردن. About یعنی در مورد یا درباره ات اشاره میکنه به اون موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم با مخاطبمون پس لغت ات یکی از معانیش که همتون بلدید یعنی آن و در بسیاری از جملات برای اشاره به موضوع استفاده میشه همچنین برای تلفظ about دقت بکنید about نیست about یعنی درباره think یعنی فکر کردن th رو هم دقت داشته باشید زبون پشت یا زیر نیشه دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سارا میشه think think about it در موردش فکر کن پس سه تا لغت یاد گرفتیم think یعنی فکر کردن about یعنی در مورد یا درباره it یعنی اون موضوع یا آن think about it یعنی در موردش فکر کن فکر کن ببین جواب میده جواب نمیده و در مورد این روش هم فکر کنید هم اقدام کنید اقدام شما بسیار مهمتر از فکر کردنتونه think about it در موردش فکر کن think about it i like it i like it لایک like دو تا معنی داره یعنی دوست داشتن و شبیه بودن و در اینجا معنی دوست داشتن داره چون حالت فعل ات یعنی اون ماجرا یا اون چیز آی یعنی من پس لایک like رو در اینجا دوست داشتن رو یاد گرفتیم البته بلد بودید خیلیاتون آی لایک like it یعنی دوستش دارم این روش رو دوست دارم این روش کاربردیه این روش موثر و مفیده آقا تا حالا کجا بودی انگلیسی مثل آب آقا ما زیر سایه شما بودیم جای خاصی نبودیم حالا داریم به شما میگیم از این روش استفاده بکنید برای یادگیری لغت هاتون عزیزان دل I like it من دوستش دارم I like it ازش خوشم میاد I like it I like it Talk to me. Talk to me. Talk یعنی صحبت کردن و همونطور که میبینید الش ناخاناس تو یعنی به. می یعنی به من یا مرا. talk to me یعنی با من حرف بزن عزیز دلم البته عزیز دلم نداره talk to me یعنی با من حرف بزن با من سخن بگو پس لغت talk یعنی صحبت کردن to me یعنی با من یا به من talk to me یعنی با من سخن بگو با من حرف بزن و همونطور که میبینی تاک در ابتدای جمله اومده یعنی فعل در ابتدای جمله اومده پس امریه تاک سخن بگو to me با من تاک to me با من حرف بزن تاک to me Please wait. Please wait. به به چه لغت های خوبی wait یعنی منتظر شدن یا انتظار کشیدن و در مورد تلفظ w در wait لب هاتون رو بکنید حالت بوسه هوا میاد بیرون میشه wait please یعنی لطفا خواهشان و در مورد تلفظ please دقت بکنید دوستان نگفتم پلیز یا نگفتم پیلیز please بین P و L صدایی وجود نداره ما هم صدایی نباید اضافه بکنیم در تلفظش پس میشه please یعنی لطفا همین همینجا یادش گرفتیم البته خیلیاتون بلد بودید اینا مثاله برای اینکه تمرین کنیم please wait لطفا منتظر باشید please wait Where is it? Where is it? Where یعنی کجا؟ آها همینجا داریم یادش میگیریم یا جایی که is است it یعنی اون موضوع یا اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم Where is it؟ یعنی اون کجاست؟ یا خیلی ساده تر کجاست؟ مثلا دنبال فلان چیز میگردید مثلا دنبال موبایلتون بعد میگید Where is it؟ کجاست؟ Where is it؟ I want more. I want more. آی یعنی من بلدید همتون وانت یعنی خواستن قبلا هم گفتیم پس لغتی که میخوایم یاد بگیریم مور یعنی بیشتر آی وانت مور یعنی من بیشتر میخوام ذات انسان تمکاره بیشتر و بیشتر میخواد امیدوارم تمعکاریتون رو تو زمینه یادگیری بگذارید یادگیری انگلیسی یا زبانهای دیگر آی وانت مور من بیشتر میخوام آی وانت مور Ask anyone. Ask anyone. Anyone یعنی هر فردی، هر کسی. One یعنی فرد، any یعنی هر. Anyone یعنی هر فردی، هر آدمی، هر بابایی. Ask یعنی پرسیدن یا پرسش کردن یا درخواست کردن. Ask فعلمونه در ابتدای جمله اومده همینجا یادش میگیریم ask شد درخواست کردن یا پرسیدن anyone یعنی هر کسی دو تا لغت همینجا یاد گرفتیم ask anyone یعنی از هر کسی که میخوای بپرس این چیزی که من میگم جواب میده عزیز دلم از هر کسی میخوای بپرس این چیزی که من دارم میگم و همه میدونن از هر کسی دوست داری بپرس ask anyone

سپیک، دقت بکنید نگفتم اسپیک، ای نداره اولش. سپیک یعنی سخن گفتن یا حرف زدن. سافتلی یک لغت بسیار کاربردیه. سافت یعنی نرم. متضاد هارد، هارد یعنی سخت. سافت یعنی نرم. سافتلی یعنی نرمی یا به نرمی. سپیک سافتلی یعنی به نرمی سخن بگو، با مهربانی سخن بگو. سپیک سافتلی این یه توصیه بسیار به هممونه speak سافتلی به آرامی سخن بگو با مهربانی سخن بگو پس دو تا لغت یاد گرفتیم در این جمله و عبارت speak صحبت کردن و تلفظش یاد گرفتیم softly یعنی به نرمی یا با مهربانی و همچنین لغت هارد رو هم یاد گرفتیم متضاد soft یعنی سخت softly پس شد به نرمی speak softly یعنی با مهربانی یا به نرمی سخن بگو speak softly I live here. I live here. Live یعنی زندگی کردن در مورد تلفظش دقت بکنید دوستان نگفتم لیو باید تلفظ درستش رو بیان کنید لیو خیلی کوتاه بین ای و ا یعنی زندگی کردن هیر یعنی اینجا هیر رو پس همینجا یاد گرفتیم یعنی اینجا live یعنی زندگی کردن یه آیتم دیگه داریم live اون آیتم live در حالت اسمی به کار میره یعنی زنده ولی اینجا live یعنی زندگی کردن پس تلفظشون فرق میکنه live یعنی زندگی کردن در اینجا در حالت فعلی و در حالت اسمی لایو که به همین صورت نوشته میشه یعنی زنده پخش زنده مثلا گوشه کانال های تلویزیونی دیدید می نویس لایو یعنی پخش زنده است مثلا مسابقه فوتبال یا چیز دیگه است پس اون لایو تلفظش ولی اینجا live I live یعنی من زندگی می کنم. Here یعنی اینجا. پس دو تا لغت یعنی سه تا لغت یاد گرفتیم. Live, live, here. I live here. Never mind. Never mind. Never یعنی هرگز Ever یعنی همیشه یا تا به حال Ever پس شد همیشه تا به حال Never یعنی هرگز Mind یعنی فکر کردن یا اهمیت دادن Never mind یعنی هرگز اهمیت نده یا خیلی راحتر مهم نیست اصلا اهمیتی نداره اهمیت نده Never mind مهم نیست اهمیتی نداره تا حالا اگر یادگیریتون طبق روش های اشتباه و ناکارآمد بوده never mind اهمیتی نداره از الان به بعد روش یادگیریتون رو منطبق کنید طبق روشی که خدمتتون بیان میکنیم لغت های انگلیسی رو در جمله و عبارت یاد بگیرید عزیزان never mind Get out. Get out. Get یعنی حاصل کردن یا به دست آوردن یا حتی رسیدن. این get خیلی معانی متفاوتی داره. حالا کم کم یاد میگیرید دیگه. Out یعنی بیرون. دوستان تلفظش رو دقت کنید. نگفتم out. Out. Out یعنی بیرون. Get out یعنی بیرون رفتن رو یا بیرون رو حاصل کن. اما معنی اصطلاحیش و معنی واقعیش یعنی برو بیرون گم شو get out فکرهای منفی فکرهای ناکارآمد را از ذهنتون بیرون بریزید get out فکرهای منفی از ذهن من get out برید بیرون پس دو تا لغت هم اینجا یاد گرفتیم get حاصل شدن به دست آوردن یا رسیدن out یعنی بیرون get out یعنی گم شو فکرهای منفی گم شو get out برو بیرون Get out. Never give up. Never give up. Never یعنی هرگز، give یعنی دادن، up یعنی بالا و give up فعل عبارتیه، فعل عبارتی دیگه چیه؟ یا خود خدا آقا فعل عبارتی فعلایی که دو تیکه ای هن یا سه تیکه ای هن give up یعنی تسلیم شدن یا واگذار کردن مسابقه یا واگذار کردن موضوع بیخیال شدن give up یعنی تسلیم شدن معنی عمومیش یا خیلی بهترش never یعنی هرگز never give up یعنی هرگز تسلیم نشو هرگز ماجرا رو واگذار نکن تو بازنده نیستی تو فقط باید بیشتر تلاش کنی استعداد و هوش و اینا رو بذار کنار یادگیری زبان مقوله است که ربطی به استعداد و هوش نداره عزیز دلم مثل راه رفتن غریزی شما مگه میتونی بگی من استعداد راه رفتن ندارم نه راه رف رفتن غریزی صحبت کردن هم غریزی یک زبون داری ماشاءالله یک متر تو دهنت از اون استفاده بکن و به کار بگیر صحبت کردن انگلیسی رو یاد بگیر هرگز تسلیم نشو Never give up هرگز تسلیم نمیشیم ما هرگز در انگلیسی مستاب خوردن و شما زبان آموزان هرگز تسلیم نمیشیم Never give up هرگز تسلیم نشو برای این که نشون بدی هرگز تسلیم نمیشی عبارت ها و جملات این درس رو در قسمت کامنت بنویسید دوباره این درس رو ببینید سه باره ببینید تا یادتون ن... که هر لغت رو باید در یک عبارت یا یک جمله یاد بگیرید نه به صورت تنها بشینید حفظ بکنید گیف دادن گیف دادن گیف دادن گیف دادن گیف دادن never نور 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 نه عزیز دلم روش یادگیری لغت های انگلیسی این است که شما لغت رو در عبارت یاد بگیرید برای بار هزارم پس فراموش نکنید در قسمت کامنت همه رو بنویسید و به خصوص بنویسید من هرگز تسلیم نمیشم Never give up Never give up. آفرین بر شما دمتون گرم که تسلیم نشدید ادامه دادید تا انتهای کلیپ این روش رو خوب یاد گرفتید و اگر لازمه حتما نوت برداری بکنید که فراموش نکنید هر لغت رو از این بعد در یک جمله و عبارت یاد میگیرید اگر مثالی براش ندارید کافی همون لغت رو در اینترنت سرچ بکنید کافی همون لغت رو مثلا میخوام لغت never رو یاد بگیرم در جستجوگر گوگل مینویسم never فاصله یا می مینینگ یعنی معنیش یا برام تشریحش کن میاره نور 10 تا زیرش مثال میاره برای شما یا توی دیکشنری های مختلف آنلاین برای شما میگه آقا نور اینه معنیش اینم مثالش اینم عبارتش و همون عبارت و همون مثال رو خوب یاد بگیرید و همین طریق میتونید رشد خوبی در یادگیری لغت هاتون مثال هاتون جملاتتون داشته باشید دوستان طبق روشی که دارید مشاهده میکنید حتما تمرین و استفاده بفرمایید همین روشی که خدمتتون بارها تکرار کرده ایم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان امیدواریم ت... تلاش های ما و وقتی که برای ساختن کلیپ ها و آموزش خدمت شما تقدیم میشه ارزش داشته باشه و بتونه به شما کمک بکنه و باعث اتفاقات خوب در زندگی شما بشه بی نهایت سپاس گذاریم آرزوی تندرستی برای شما عزیزان داریم و همچنین خانواده محترمتون در کنار هم خوش و خورن باشید در هر کجای دنیا که هستید